سلام، من وحیدم از شیراز. من تا سال 2012 یا اواخر 2011 من مسلمون زاده بودم، ولی فکر میکنم وقتی 13-14 سالم بود دیگه به اسلام اعتقاد اونجوری نداشتم. شاید به خاطر مشکلاتی که داشتم، شاید به خاطر خلأهایی که تو زندگیم بوده، نتونستم با خدا ارتباط برقرار کنم. پس به خاطر اینکه نمیتونستم با خدا ارتباط برقرار کنم، کلا تصمیم گرفتم راه خودم رو برم، خدا هم راه خودش رو بره. یکی از بزرگترین خلأهایی که بود مثلا محبت بود. خانواده‌ای که بعد دور هم می بودن و هیچ وقت نبودن. بعد مدام من اینو میشنیدم که خدا مهربونه، ولی همیشه من توی سختی بودم و همیشه اذیت میشدم و همیشه تنها بودم. خب این خیلی اذیت میکرد. هرچی هم با خدا صحبت میکردم، ازش میخواستم، نه هیچ اتفاقی، نه هیچ صدایی، هیچی. منم تصمیم گرفتم کلا بی خیالش. میتونم یه کوچولو بگم. من 7 سالم بود که مادرم رو از دست دادم و یه مدت کوتاهی با پدرم زندگی کردم. بعد پدرم ازدواج کرد مجددن، یه مدت با خواهرم زندگی میکردم. یعنی در کل خانواده اونجوری نداشتیم که بخوایم، چی میگم، مثل خانواده های ایرانی همه دور هم جمع میشن، صحبت میکنن، میگن با هم غذا میخورن. فکر میکنم حداقل برای من نبود. ببینید، برای بچه 7 ساله توی اون سن بیشترین چیزی که نیاز داره مادره، محبت مادرونه. وقتی که نباشه خیلی چیزا اتفاق میفته. وقتی که حس میکنی، میفهمی که بقیه از سر ترحم دارن بهت محبت میکنن، خیلی بیشتر اذیتت میکنه و باعث میشه متنفر بشی از آدمای دور و برت. این باعث میشه که تو خود به خود بری توی خودت یه سری کارا رو بکنی که شاید دوست نداشته باشی. مثلا حیوانا رو اذیت میکنی، نمیدونم، شاید زورت به آدم ها نرسه ولی ماشیناشون رو خراب میکنی، نمیدونم، تو مدرسه بچه های دیگر رو اذیت میکنی، شاید، نمیدونم خیلی، ولی باعث میشه که نتونی نرمال فکر کنی یا مثل بقیه بچه ها باشی. حداقل من شدیداً دپرس بودم وقتی که اولین بار یه نفر در مورد مسیحیت، یا اولین بار بهتره بگم منو دعوت کردم به کلیسا، شدیداً افسرده بودم. میرفتم دکتر روانشناس هفته ای 2 جلسه، چون توی اون تایم ترکیه زندگی میکردم. مترجم دکتر من گفتش که اگه دوست داری میتونی بیای کلیسا یه بار، بعد از چند جلسه که رفتم پیش دکتر. و گفتم که برو بابا دلت خوشه، خدا کیه، چی میگی، اصلا کلیسا چیه، نمیخوام، ولم کن، بذار تو حال خودم باشم. اون موقع اوایلی بود که تازه رسیده بودم ترکیه، فکر میکنم شاید حدود 2-3 ماه بود. خیلی تنها بودم، هیچ جا رو بلد نبودم، سنم کم بود، زبان ترکی بلد نبودم، هیچ دوستی نداشتم. باز توی اون کمپی که زندگی میکردم برای بچه های زیر 18 سال بود، توی اون کمپ خیلی اذیت میشدم، چون یه ذره متفاوت تر از بقیه بچه ها بودم. اولین بار که رفتم کلیسا یه محبت خیلی عجیب دیدم توی کلیسا. یه چیزی برام خیلی عجیب بود. میتونی به جرات میتونم بگم شاید خیلی ناآشنا بود، یه چیزی که اصلا احساس نکرده بودم. صندلی‌های مرتب، منظم، یه آقای پیرمرد قد بلند، حدوداً 70-75 ساله نشسته بود و داشت برای بقیه صحبت میکرد. اون خانم داشت ترجمه میکرد. وقتی که من رفتم، خب خیلی سوال داشتم. یه چیزی برام خیلی جالب بود این که تمام فرم صندلیاشونو به هم زدن، یه نیم دایره چیدن
من نشستم بغل اون پیرمرده و اون با حوصله و با محبت با لبخند جواب همه ی سوالا رو میداد، با وجود اینکه خودش داشت صحبت میکرد. خب یه ذره شاید سوالای ناجور میپرسیدم، ولی با لبخند و با محبت جواب میداد و برام توضیح داد که عیسی منو دوست داره و اینکه خدا منو دوست داره. و اولین بار بود که این جمله رو میشنیدم، یه نفر به من میگفت خدا تو رو دوست داره. خیلی برام جالب بود، مگه میشه خدا منو دوست داشته باشه؟ من که پسر خوبی نیستم، با خدا هم که گفتم اصلا کاری ندارم، پس اصلا چرا باید خدا منو دوست داشته باشه؟ با توجه به اینکه قبلا میشنیدم خدا مهربونه، ولی از خدا برام یه هیولا ساخته بودن که اگه تو روی این خط راه بری فقط خدا دوستت داره، اگه یه قدم پاتو این ور اون ور بذاری خدا تو رو میسوزونه و همه چیزایی که همه ایرانی ها شنیدیم. شاید نیازی نیست که الان اینجا توضیح بدیم. این برای من جالب بود و وقتی از اون کلیسا اومدم بیرون رفتم لب ساحل، یکی دو ساعت برای خودم نشستم فکر کردم که چرا خدا منو دوست داره؟ اگه اون منو دوست داره پس منم باید اونو دوست داشته باشم. هفته یه بعدش اون خانم مترجم یه انجیل به من داد، یه انجیل قرمز. فکر میکنم خیلی ها دیده باشین این انجیلو. توی کمپ من بخت زیادی داشتم، اون انجیلو خوندم. شروع کردم از متا، مرقس، لوقا، یوحنا. یه جوری خیلی با دلم صحبت میکرد اصلا. خب در مورد مسیحیت چیزایی که توی فیلم ها دیده بودم، حالا یا چیزایی که از این ور اون ور شنیده بودم، یه ذره متفاوت بود با اون چیزی که داشتم میخوندم و کارهایی که عیسی کرده بود. کتاب یوحنا واقعا خیلی برای من جالب بود، طوری که شاید دو بار سه بار اونو مجددا خوندم. و یکی دو هفته بعدش وقتی که برگشتم توی کلیسا یه ذره با خودم کلنجار میرفتم. خب این که نباید دینتو عوض کنی، نباید کافر شی و از این صحبت ها، ولی بعد فهمیدم که نه، واقعا اون خدایی که پسرش رو داده خودش رو فدا کرده، جسم گرفته به خاطر منی که گناهکار بودم، نه به خاطر اینکه کار خوب انجام دادم. وقتی که رفتم توی کلیسا و بهشون گفتم که باشه من قبول میکنم و میخوام ایمان بیارم، خیلی خوشحال شدن. ولی وقتی براشون شرط گذاشتم همه کلیسا خیلی فکر کنم یه رب داشتن میخندیدن به من. گفتم من میخوام ایمان بیارم، مسیحی شم، ولی من تو رو اصلا دوست ندارم، این خیلی خشنه، من یوحنا رو دوست دارم و میخوام یوحنایی شم. همه زدن زیر خنده، یوحنایی چیه دیگه؟ گفتم نمیدونم دیگه، اینجا نوشته یوحنا، من میخوام پیرو به یوحنا باشم. خیلی خندیدم بهم. بعد مجددن خیلی با احترام، با حوصله، با محبت دوباره برام توضیح دادن که اینا همشون یکی هن، دارن در مورد یه شخص صحبت میکنن و تو باید به اون شخص فکر کنی و اونجا تمرکز کنی. مهم نیست اینکه یوحنایی باشی یا متایی باشی، نمیدونم اصلا میشه اینو گفت یا نه، ولی این چیزی بود که به ذهن من رسید اون موقع. خیلی خوب بود توی کمپ، احساس میکردم دیگه افسرده نیستم، یه چیز جدید پیدا کرده بودم، خیلی دوست داشتم، مطالعه میکردم، با دوستام صحبت میکردم، فشار میآوردم بیاد با من بریم کلیسا، بیاد بریم کلیسا، خیلی خوبه، باورتون نمیشه. ولی از خودم بگم یه چیزی تو قلبم شاید بگم 180 درجه تغییر کرده بود، یه چیزی که هیچ وقت ندیده بودم و دیدم، یه چیز خیلی عجیب، نمیتونم تو هیچ کلمه ای وصفش کنم براتون. دیگه نگران این نیستم که اگه این کار رو انجام ندم دیگه خدا دوستم نداره. الان مطمئنم که خدا منو دوست داره، حتی با وجود این که من پسر بدی بودم، ولی بازم خدا منو دوست داره و دوست داره با من ارتباط داشته باشه و این شیرین ترین ارتباطیه که میتونه یه انسان با یه با خالق خودش داشته باشه. میتونی باش حرف بزنی، جالب اینه که اونم با تو حرف میزنه، میتونی صداشو بشنوی. آرزو میکنم هر کدومتون دارید این کلیپو میبینید یه روز اینو خودتون توی قلبتون احساس کنید، چون واقعا گفتنی نیست.
ولی اون چیزی که میخواستم رو پیدا کردم.